برای بررسی بیشتر همراه هستیم با همکارم مشکان صفایی از اورشلیم. مشکان، بیشتر به ما از جزئیات حملات دیشب و واکنش هایی که تا اینجا داشته بگو. بله، خب این حمله همونطور که خودش حمله گسترده بوده، در واقع همین جزئیاتی که الان گفتی خودش چند دقیقه طول کشید که فقط جزئیات این حملات گفته بشه، کشته شده هاش و در واقع مناطقی که هدف قرار گرفتند، واکنش ها به اون هم گسترده بوده، از عراق و سوریه گرفته که خب حملات در همین کشورها انجام شده تا جمهوری اسلامی که حملات به در واقع پایگاه های سپاه نیروی قدس سپاه و شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی بوده تا کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا کشورهای عربی واکنش نشون دادن. در عراق باید گفت که قرار هست که پارلمان این کشور یک نشست اضطراری تشکیل بده و رئیس جمهور این کشور هم خواهان نشست اضطراری سه قوه شده. از اون طرف در سوریه بیانیه‌ای که منتشر کرده دولت اسد گفته که این بنزین ریختن بر روی آتش و اقدامی بسیار خطرناک بوده. حماس هم حتی این حمله را محکوم کرده. اون حماس هم در واقع در از همین عبارت بنزین ریختن روی آتش استفاده کرده. از اون طرف باید گفت که روسیه در واقع همین دقایق پیش گزارش‌های منتشر شد از اینکه خواهان تشکیل نشست شورای امنیت درباره حملات دیشب ایالات متحده شده. از اون طرف ما در واقع کشورهایی رو داشتیم که حمایت کردند، شاید مهمترین اونها بریتانیا بوده که از این حملات حمایت کرده، و نهایتاً یک جایی هم داریم که بین این دو تاست، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که وقتی ازش در این مورد سوال شد فقط گفت که از همه طرفین در خاور میانه بدون اینکه اشاره بکنه به کسی میخواد که خیشتنداری بکنن. متشکرم مشکان صفایی از اورشلیم.